سلام و درود و فراوان به شما زوج تازه نفس و خوشبخت. سلام علیکم. بابا خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم شما دو تا با هم ازدواج کردید. وظیفه خودم دونستم که برای عرض تبریک و شاد باش از نزدیک خدمتتون برسم. ببخشید تقصیر آقا ناصری که طلاق قضیه شما مخفی نگه داشته بودن. من چند روز زودتر بهشون گفته بودم منو به شما معرفی کنن. ماشاءالله ماشاءالله چقدر به هم دیگه میاد. شما جاسوسی میکنی یا آدم فروشی؟ ایشون هم زحمت میکشه میندازه زندان. آقای فتوحی من فکر میکنم، یعنی مطمئنم زن اولتون اگر بفهمه شوهر وفادارش سرش هوا آورده حسابی شوکه بشه. شما چند لحظه برو تو، من چند کلمه حرف خصوصی دارم با ایشون. ببینم صدری مزخرفاتو برات گفته؟ مهم نیست کی گفته، مهم اینه که صدری امروز باید آزاد بشه. بله من میرم سراغ زن اولت، همین چی رو میذارم کف دستش. خیلی خب چرا معطلی؟ تو جنمت برو بگو. فتوحی میرم آ. برو آقا. ببین اگر من برم هر اتفاقی بیفته مقصر خودتی یا نه من. آقا مقصر منم، برو بگو. خب رفتم. ببین فتوحی فردا نگی چرا گفتی آ، دارم میرم آ. برو آقا، برو قبرستون. درست حرف بزن. قبرستون چیه؟ ببین من دارم درست حرف میزنم. اگه رفتی قبرستون یه فاتحه هم از طرف من واسه زنم بخون. بگو فتوحی گفت من به خاطر وصیت تو ازدواج کردم. یعنی زن اولت مرده؟ بله آقا. مرد حسابی الان 5 سال فوت کرده. خدا بیامرزتش. خدا رحمتش کنه. ببینم اگه اینجوریه بچه رو وقتی صدر میاد تهدیدت میکنه بلافاصله میترسی میندازیش زندان میدی دست پلیس؟ ببین من از صدری نمیترسم. صدری فکر کرد میتونه از من آتو بگیر و پول تلکه کنه، من اما اینجور آدمو کنار نمیام. انداختمش تو زندان، من به کسی باج نمیدم. ببین فتوحی صدری آدم شوخ طبعیه، دوست داره با همه شوخی کنه. حالا سر به سرت گذاشته، حالا تو ببخشش بیارش بیرون. من قول بهت میدم که دیگه دست از پا خطا نکنه. در ضمن ما کارهای مهمتری در پیش داریم. باشه رضایت میدم بیاد بیرون، ولی فقط به خاطر تو. جدی؟ به خاطر من؟ سواشو بریم کلانتری. متشکرم. بریم. سلام علیکم. سلام جانم، بفرمایید در خدمتیم. عذرخواهم مزاحم شدم، خواستم سراغ خدمتتون. شما آقای داداشی میشناسین؟ بله. کیکه داداشی رو نشناسه؟ امرتون بفرمایید. میتونم بپرسم مغازه‌شون کدوم سمته؟ مغازه‌ش کجا بود قربان؟ مغازه ندارن؟ نه، ایشون پارسال تو مسابقات قوی‌تر مردان شرکت کردن، اولم شدن. کارشون خیلی درسته. آها، اون داداشی نه، اونو منم میشناسم. بله، ایشون کارشون درسته. نه، من یه داداشی دنبالشون می‌گردم که تو این راستی یا تو این من این دوروبره مغازه چیزی داشته باشن. گفتی داداشی؟ بله داداشی. راستش این لبنیتی سر نبشه که اسمش مامانیه، یه جگرکی هم اون بره که اسمش باباییه. اما داداشی نمیشناسم. عضو کردیم آره اونه. عضو چی؟ عضو کتابخونه. خب بگو نمیشناسم. نمیشناسم آقا، مشکلیه. راست شما در نکنه یه دونه اونو میزوان بینی؟ از کدوم ها بدن خدمتون؟ اینو رسمیه نه؟ آره ایوان. اینو کوچیکش نداری؟ نه تموم کردیم شنبه میاریم. خوبم ماما؟ بله. ماشین به این شکه، پسر به این گوله بیا. بله که خیلی دلشون بخواد. بفرمایید. چی شد؟ اومدم. آخ
آخ آخ آخ بیساب بشی ایشالله سرم در من باید بادارش میکردی برگرده بیاد خونه دیگه پسرتم به خودت رفته گنده دماغ نچسبه هر گوش نمیکنه دلش شکسته قلنج پشه نشکسته که میخواد زن طلاق بده ها نگران نباش خواهر من روزه اولم که نامزدی من یادت میاد که به هم خورد بله ما هم دلمون شکست رومانتیس نشه یونس شب میخواییم بریم جایی یا آها اونجا کجا میخواییم بریم میخواییم بریم خواستگاره آقا داماد آره واقعا اصلا باورم نمیشه داری راست میگه خال قضی بله لاهی شوش تو این هیری ویری تو این نبود قاصد ما یه خبر خوشم شنیدیم خدا فقط داداش کاش که قلمونو برمیشی یه دور سرت میچرخوندی خیلی سفیده سن و سالش به تو میخوره کی انتخاب کرده؟ خودم انتخاب کردم یه پارچه جواهر خیلی خوشگل و زیبای و رنا ما ستارهشم پلوشه زندایی من بایدم اینجوری باشه اسمش چیه؟ اسمش؟ نه مامان یه چی نگو اسمش البته میگیم بهتون ولی شرط داره وا چه شرطی؟ شرطش اینه که به اردشیر خان نگین نمیخوام بیاد تو مراسم میخوام شما خودتون تنها بیان حرفا میزنی داداش من میشه من به شوهر خودم نگم؟ چرا نمیشه؟ صابون اردشیر خان قبلا به تن ما خورده بلند میشه رو حسادت میاد همه چیو به هم میریزه میره این حرفا یعنی چی دایی این وصله اصلا به بابای من نمیچسبه همچین میچسبه دخترم بیچسبم میچسبه مخوایم عقونانش انجام بدم شیرینه بخورم بعدم نه مادر من قیامت به پا میشه نکنید این کارو دلخور میشه من تک و تنها بلنشم بیام اونجا جهنم و گور سیاه اسفل صافن فینر ناراحت میشه راست میگه دلخوری اون مهمتره یا زندگی من ببین میتونی یه کاری بکنی من طلاق بگیرم یا بغل دستتو بشینم حالا اینا به کنار گفتی اسمش چیه اسمش پرستو خانم دختر جانم سر ها خواهر آقا بده میگه ببنم بیست آبا زشت فقط یه چیزی آبجی یه خواهری بکن در اقما یه پولی میدم دستت باشه من برای مراسم خواستگاری نمیدونم چی باید بخرم و اینا خودت دیگه ردیفش کن ماشاءالله به این استعدادت 20 دفعه رفتی هنوز یاد نگرفتی دیگه یه گل و شیرینی میخواد دیگه ام نداره من خودم میگیرم شما جیب ما رو نزن شیرینی گرفتن ارزونت باشه خودم میگیرم من میگم شما چرا اینقدر منو دوست داری ها؟ به خاطر اینکه خوشگلی زیبایی خیلی ملوسی اون خاطر دوست دارم یادش من نمیام خودت برو من میرم رضایت میدم صدری بیاد بیرون ولی قبلش یه پیشنهاد دارم برات چه پیشنهادی؟ این صدری رو بیخیال شو این مورد اطمینان نیست اون تو بمونه سهم من تو میشه 50-50 50-50 نظرت چیه؟ بابا تو عجب آدم گرگی بودی ما نمیدونستیم آقای 50-50 اون 50 منم مال تو خوبه؟ اصلا 100ش مال تو مرد حسابی اصلا حرف پول نیست حرف معرفته تمام این نقشه رو طراحی نقشه رو خود صدری ریخته وقت اگه بفهم من تو دورش زدیم ما سیر تا پیاز غزلی ها رو برملا میکنه چی میگی تو؟ اون این کارو نمیکنه اون کارم نکنم اگه من به من میاد آدم فروشی کنم در ضمن تو هم از خیر این قضیه بگذر برای که من و صدری نقشه رو با هم ریختیم با هم هم تمومش بکنیم توجه میکنی تو هم سعی کن بچه خوبی باشی میونه ما رو به هم نزنی برو ببینم چیکار میکنی باشه این حرف آخرته آره حرف آخرمه ولی پشیمون میشی باشه بذار بشم 50-50
قافل. پس اینا دستشون تو کاسه است. حالا فهمیدم چی شد. چرا بخ کردی تورک؟ بابا کوتا بیا، اتفاقیه که افتاده. به همین راحتی؟ ما رو باش با کی داریم میریم دوزی؟ جون تو ببین اردشیر، دیگه به این آدم اطمینان نیستا. به همین راحتی که منو انداخت تو زندون، تو رو میداسه تو زندون. حالا ببین بعدش هم چه شرکتی، چه کسکی جون تو؟ بله، کسی که از رفیقش حق و سکوت بخواد همون بهتر که دراز به دراز بره سینه قبرستون بگیره بخوابه. بابا حق راز داری؟ حالا این بگو حق سکوت جون تو. آقا این میگه حق سکوت. عزیز من هیچ فرق نمی کنه. خیلی خوب آقا، هر چی شما میگی. حالا جفتتون گوش کنیم به این چی دارم میگم. بفرما. من رضایت تمام طلبکارا رو گرفتم. البته بعضیشون با 30% قبول نکردن و من پیشنهاد 40-50% بهشون دادم. ببخشید آقای ایوتویی، قرارمون از اول 30% بود. اونم میشه چونه زد. فقط گفته باشم بهتون، صبح اول صبح باید بریم اون پولا رو تو هر سلاخ سنبه‌ای که قایم کردیم بکشیم بیرون و تبدیلشون کنیم به ریال. باید چک پول دستتون باشه تا پیشنهادتون رو قبول کنم. فهمیدی؟ وقتی که کار تمومه دیگه. بله. اگه از خودتون دوتا جنم نشون بدین تمومه. خیلی خوب. پس اگر اون 45% هایی که گفتی 30%ش کنی بزن قدش. تورج بیا. نمیام. بیا که دیگه اون درد سرا دیگه داره تموم میشه. بیا بزن قدش دیگه. حالا بر ما قیافه گرد. نمیام میگم. تورج منو نگاه کن. بیا. ده. نمیام. بزن این رو. بزن دیگه محکم. خیلی مخلصیم. خیلی سلام علیکم آقا جون. میبینم که دشمنای دیروز شدن رفیق جنگ امروز. با هم کنار اومدین نه؟ خوبی دنیا؟ ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ با عزتون رفته بودم دنبال همین آدم خیرخواهی که 50 میلیون به شما داده بود. مامانیو دیدیم، بابایی هم بود، ولی خود داداشی آب شده بود رفته بود تو زمین. آقا جون راستش بگو این 50 میلیون از کجا آوردی؟ بفرما. حالا بیا و خوبی کن. میبینی ساعتی این همه این در و اون در زدیم، به هر کس و ناکسی رو انداختیم، پول قرض کردیم که بدهیمونو بده به پدرزن ایشون شاکیه. دانیال جان این جای قدردانیته. به جای تشکر مفتش شدی و فعلی تو بازار که مجرم گیر بیاری. همون صد شما چرا این حرفو میزنی بابا؟ من دارم میگم اول میخوام تکلیف زندگی خودم روشن شه. دو اینکه این آقایی که اومده عروسی پسرشو به هم زده برای چند تا روش باشه داره پوزخند میزنه ها؟ دانیال الان وقت این صحبت ها نیست. همین آقای فتوحی رو میبینی؟ اگه کمک های ایشون نبودا الان من و صدری گوشه زندون بودیم، شما هم ویرون سرگردون گوشه خیابونا. ببینم آقا داماد، شما مشکلت با پدرزنت چیه؟ هر مشکلی داری بگو من حلش میکنم. بفرم. کامران رفیقای قدیمی منه. دست شما در نکن. شما اگه حل کن بودی نمیمیدی وسط عروسی آبرو ریزی کنی عروسی ما رو به هم بزنی. دست شما در نکن. بس چی میگی تو؟ حرف حساب چیه دانیال جان؟ بگو دیگه. بابا چی میگم آقا جون؟ ما چرا راستش به منو میگی؟ پیشونی ما چی نوشته؟ صاحب کبینم، صاحب در مورد چی؟ اصلا من چرا باید به تو جواب پس بدم؟ چون من پسرتم آقا جون، باید زندگیم به هم ریخته، جواب منو بدی. بذار اول جواب تلفن رو بدم، بعد جواب تو رو میدم. بله، بفرمایید. آقا اردشیر. سلام جناب سرنگ. میخواستم بگم وقتی که داریم میایین اون مدارکم با خودتون بیارین. ببخشید کجا باید بیارم؟ خونه ما دیگه. مگه با هم قراری داشتیم؟ یعنی چه؟ مثل که شما خبر ندارین؟ خواستگاریه. خواستگاری؟ خواستگاری کی؟ خواستگاری دختر من. خواستگاری دختر شما؟ ببخشید واسه کی؟ واسه که شما در جریان نیستین. مادر خانومتون میخواد بیاد خواستگاری دختر من برای پسرش. بله بله بله، گفتن. ای دل غافل، پاک یادم رفته بود جناب سرنگ. خوب شد یادآوری کردید، حتما خدمتتون میرسم. چش، خداحافظ شما. یعنی چه دنیا؟ اینجا بینم یونس میخواد دختر سرنگ رو بگیره. البته قرار بود شما نفهمین. بله امشب همه میرن اونجا. به به به، هر دم از این باغ بری میرسد. ارزشی خان جون تو، این همه دختر تو این شهر، حالا چرا این؟ مگه چشه این؟ بابا داره، مگه خواهم دیگر رو دوست دارم، میخواهم با هم ازدواج کنن. نداره؟ تو که از اونا خوشت نمیاد. کی گفته من اونو بدم میاد؟ من از اون پسرش کاکل تازه بدم هم نمیاد.
فقط یکم فازمون با هم نمیخوره، ولی از باباش خیلی هم خوشم میاد. اون سرهنگ قدیمیای باحاله که به هر چی گیر بده تا تموم نشه ولکن نیست. اتفاقا دیشب به من زنگ زد، یه دونه این مظنونای آدم روا پیدا کرده بودن که من برام تشخیص بدم ببینم این اونه یا نه. خب چی شد؟ شناسایی کردی؟ جواب بده پسر. با توئه. تونستی بشناسیشون؟ نه آقا جون، اون نبود. نه گفتم مثل اون هست ولی اون نبود. من دیدمشون نبود. خب مثل که همه چی هر چی داره درست میشه ها. آقا یونس از اون ور داره داماد میشه جون تو. از اون برم پلیس دنبال کلاهبردار است. آره دیگه بهتر از این نمیشه. آره خب من برم برای شام یه چیزی درست کنم دیگه. تو هم داری یا نری ها؟ همینجا وایس ها خستگی در سعدی جان برای خودتون درست کن، من نمیخورم، من باید برم خونه. به جون تو دو نفر است. ببین آچار کجاست؟ این یاری شیره نشتی داره. بیا درستش کن. بیا آچار رو بده. اینه. این بکنم واشر میخواد. به جون تو. بدبخ شدیم سعدی. حالا میگی چیکار کنی؟ چم چاره؟ باید بری اونجا دیگه. اونجا کجاست؟ بابا باید بری خونه آقا مرتضی. به جون تو باید هر طوری شده اون خواستگاری رو به همش بزنی. به جون تو. زده به سرت نمیشه. باید بشه. هر طوری شده باید بشه به جون تو. بابا وگرنه روزگارمون سیاه میشه به جون تو. بابا طرف پلیسه. دو روز دیگه فامیل میشه. اون موقعش که دماغش میاد تو زندگیتون تو دو شماره به جون تو مچمون گرفته شده. به جون تو. شدنی نیست صدری. باید بگردیم یه راه دیگه پیدا کنیم. هیچ راهی نداریم. برو به جون تو. برو تا این یونس بلا رو نگفته بلاش سر ما نازل شده. برو به همیش بزن. برو. چی میگی تو؟ هی میگی برو برو. برم اونجا خیلی خواهر را بدوزم شلوغش کنم به همیش بزنم. من نمیدونم چی خاکی میخوایی تو اون سرت بکنی. فقط برو بریز. برو برو وگر از قید همه چی باید بگذریم. برو آقا دانیال این باشه. باور کن نمیخواستم عروسیتو رو خراب کنم. پیش اومد. ولی قول میدم که جبران کنم. یه عروسی برات میگیرم در حد یک بینول. اون گزینه 13 رو برات میذارم. خوبه؟ باشه که بچه‌های شما عروسی کنم ما بیام جبران کنیم اونی که شما کردی بهتر. دو بینول. دانیال من دارم میرم خواستگاری داییت. خب اونا اگه میخواستن شما بری خودشون دعوتت میکردن دیگه. واسه چی خودتو کوچیک میکنی سبک میشی میری اونجا؟ این فضولیاش دیگه به تو نیومده. همینجا باش تا من برگردم. سعدی جون یه زنگ بزن به آژانس. باشه. آقا اردشیر من میرسونمت. خیلی ممنون، خودم به آژانس میرم. خیلی خوب، هر جور راحتی. زن بی جنم. خداحافظ. خداحافظ. سعدی جون یاد در حرفا که زدم ها. چش. خداحافظ. باش. خیلی خوب، پس منم میام آقا جون بریم. کجا میخوای بری دانیال جان؟ بیکاری. بگی وایس ما باز میخوای بریم یه پسر کاکولا رو بری هرس بخوری. بگی بشین کارت دارم بگی. من راستش هم سعدی بعدم هم سوال. میگم کار دارم. میگی حالت خوب نیست؟ سعدی یه خود با این پسر ما حرف بزن بلکه یه خود عاقل بشه. باشه باشه. ببین به آژانسی بگو من دم درم. چش چش. خداحافظ. خداحافظ. دیدی؟ دیدی چه جوری پیچون؟ بازم نگو 50 تا را کجا بود. ولش کن اینو. به من بگو ببینم چای میخوری. نه. به زور چی؟ میخوری یا نه؟ زوریه؟ شدیدن از نسکافه میخورم. اونش به چشم. داشتی آوری تمام پروامو شگونده. خب یه ماشین بهتر. ظاهر و باطن هم همینه دیگه. بهترین ماشینه بابا این. اعتماد به نفست منو کشته. من اون پشت یخ میزنم. سز عافیت باشه. دختر زنگ نزن. صبر اومد. چی؟ برای اینکه این ازدواج صلاح نیست. مادر من یعنی چی به صلاح نیست؟ منتظرمونن قرار داریم. خب اون دفعه هم همینطور صبر اومد گوش نداد اینطور شد. خالق این حرفای هم میشینه. این همه تدارک دیدن. حالا این دفعه رو میبینیم تو بچه‌ها بگو نه اون موقع فرق بود. آره مامان شما بزن نه ببین خانم اگه زنگ بزنی چی دم حلال نمیکنه. چی رو حلال نمیکنه؟ چی شما چرا به حرفش گوش میدید؟ آقا چی میگه بابا؟ آخ جان چختش اومد. برو برو چختش اومد بزن دیگه. ای تو بتپی سارا بیساو بکش بالاتر دیگه. دختر بیام بریم دیگه. بیان بریم. بابا کو به بعد بیان. این چخته. این دیگه خودشه. خودشه. بزن اینا. نزن اینا.
تا صبح باز یکی بزنه یکی چختش بیاد، یکی بزنه یکی چختش بیاد. زنگ بزن، زنگ بزن. بدش کن ببینم. باز کنیم، باز کنیم مایه. باز کنیم. بیا تو، برو تو. ای کوف، ای داد. داره چرا می‌بندی؟ بابا برای من می‌خوای زنگ بگیری؟ چه بیرو وایسادی پس؟ خب شما داره می‌بندین دیگه. برو تو. بیا. چختش نیاد من چیکار بکنم؟ برو تو. هاتس. قابل شما را دارم. دست شما درد نکنه. با زحمت‌های خواهش می‌کنم. آقایون بفرمایید میوه. سارا خانم بفرمایید. ممنون. آفرین دوست دارم. آفرین. ببخشید، ببخشید. شما راجع به خواستگاری امروز با آقاردشیر اصلا صحبت نکرده بودی؟ چطور؟ برای که من تلفنی که باهاش صحبت کردم اصلا بنده خدا خبر نداشت. کلی هم تعجب کرد. شما به بابا زنگ زدین؟ چطور نباید زنگ می‌زدن؟ چرا؟ چرا؟ نیست شوهر بدبخت من درگیر طلبکاراشه. اینه که دیگه هوش و حواس نمیمونه دیگه. مثل که فراموش کرده امشب. شرمنده. اتفاقا ما هم خیلی صبر کردیم بعد دیدیم دیر شد دیگه نیومدن دیگه با خالقزی و دای خدمتتون رسیدیم. البته ما امشب یه غایب بزرگی دیگه هم داریم ها. از دانیال خبری نیست. بله اونم با خانواده زنش دچار اختلاف شده. اصلا حالش خوب نبود دیگه. شیرین. همینه دیگه. از قدیم میگن آدم باید شریک زندگیشو درست انتخاب کنه تا دچار این وضعیت بشه. بله. باریکلا. باریکلا. بس عروس گولم کجاست؟ نمیاد ببینیمش؟ چرا آج خانم الان میگم بیاد خدمتتون. پرستو. چه اسم قشنگی داره. پرستو خانم. پرستو بله. ببینم دوماد شما این؟ بله. پس عروسیه. بابا جون بیا بیا برو تو اتاقت استراحت کن بعدم بهت میگم عروس کیه. حالا شما بگین عروسیه من میرم پی کارم. خیلی خوب بشین. سلام سلام خوش اومدید شما. تشکر من چای خور نیستم. داداش نه چای فرق کنه بله بعد. این چای چیزی دیگه. بده من چیزی قاطیش داره. پس چی میگه فرق داره با چای دیگه؟ ای وای تو این چای خواستگاری منظورش. اینم اون چای چایی خالقزیه دیگه. چه رنگ و لعابی هم داره. به 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 چه عروس گلم زیبا رنا خوشگل چه چایی بله، خوش رنگ بله. خوش طعم داره. خیلی خوب مامان جان اجازه بدین بریم سر اصل مطلب. خب آقا مرتضی نرگس خانم این داداش من حی حاضر هر سوالی دارین بفرمایید. خواهش میکنم آقا یونس ممکنه خیلی مختصر به ما بگین چند مرده حلاجین؟ چند مرد؟ من خدمتتون عرض کنم که این از دار دنیای مادرمو دارم که خیلی به گردنم حق داره. خالق زی دستتون بیاریم بالا. بعد از اونم این خواهرم آفاقه که خیلی دوستش دارم. بعدش هم این خواهرزادم ساره کنیز شما که خیلی مهربونه. یه دانیالم هست که نیست الان دستشو بیاره بالا. یه اردشیر خانم هستش که خواه سر اصل مطلب. یه خونه کلنگی در بداغون داریم که چند تا اتاق داره برای زندگی. یه ماشین وانت خزخیل هم هست که با اون نونمو در میارم. بله بله. تحصیلات چی؟ چقدر درس خوندی؟ بله تحصیلاتو من تا وسطاش رفتم. خواهرت بمیره که تو اینقدر محفوظ به حیایی. آقا مرتضی این داداش من نقاش ساختمونه. یه پارچه آغاز در کمال، در ادب، در درایت، در کار و زندگی، در تیزی هم که خود بس. این بوز جسم میزنه میره بالا نقاشی میکنه دوباره جسم میزنه میاد پایین. از بوزم یه خورده اونورتره. راست میگه. ایشالله که یک عمر جسم بزنی. خدا قوت داداش. خدا قوت. خدا خوبی کمت نکنه. پسر من لنگه نداره. هر کس زنش بشه شانس آورده. تمام مانه اونم. واقعا؟ بله. میدونی خالق از این مسئله پسر شما نیست. از پسر شما و دختر من مهمتر یه نفر دیگه هست که باید اون تصمیم بگیره. اونم اینه. این؟ خدا رفتگان این جمع بیامرزه. این باید یه پدر داشته باشه که سایه سرش باشه. البته اینم خیلی بد قلقه ها زیر هر سایه اینه امونه. حالا من قلقه اینو بهتون میگم. بله ارادت دارم خدمت شما قبلا. یعنی من کلن بچه یعنی اینا رو خیلی دوست دارم. و اگر شما اجازه بدین من این شما رو یه چند روزی ببرم تو مسیر مدرسه و بیارم باهاش رفیق میشم جفت و جور میشیم ان شاء الله. در حال این برسگی به نظر اون داره. کی این؟ نه اینی که صحبت کردیم برسگی به نظر اون داره. کی اون؟ نه این به اون. این به اون. این به اون. اون یعنی این؟ کی یعنی این؟ نه میگم اون به این مسئله که صحبت کردیم بسکی به نظر اون داره. آه اون
حالا اون که بالاخره شما هستین، بالاخره جواب چی شد؟ نمیدونم والا چی بگم، هرچی بابا جون بگن دیگه. میگه دوباره رفتین خونه اول که چی شد؟ نمیدونم والا. اون هماهنگ عروس جان. شمشیری هستم، اردشیر. بفرمایید، بفرمایید. سلام به همگی. گل به جمال همتون. سلام آقا مرتضی. چطوری آقا مسعود؟ بفرمایید. برو خدا بفرمایید. بفرمایید. دخترم شما بفرمایید. نرگس خانم بالا پای نداره. بفرمایید. من بشینم آقا مرتضی بشینم. بفرمایید. گل به جمال. من هر چی فکر کردم نتونستم تو این شب مبارک در کنار برادر زن عزیزم نباشم. عزیزی من میگم چه خوب شد یادت موند اردشی. دانیال یادت انداخت؟ دانیال؟ دلم یادم انداخت. بابا من یه برادر زن که بیشتر ندارم که. در حال خوش اومدین آقا اردشیر. واقعا این مجلس بدون حضور شما اصلا صفایی نداشت. کمال شما عشق آقا مرتضی. میگم یونس خان به تبریک میگم، هم به خاطر تصمیمت هم به خاطر انتخابت. جناب سرهنگ و خانوادهش یه دونن. میخواستم بگم که اردشیر خان میموندی خونه استراحت میکردیم. من راضی به زحمتتون نبودم تا اینجا اومدی. نه من نمیتونستم، چون تو برای من عزیزی با ارزشی. باید بگم که یونس تو آدم خوششانسی هستی که داری با همچه خانواده محترمی وصلت میکنی. باید بری یه کلا بخری بندازی هوا. شما لطف دارین، شما لطف دارین. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش خالقه بگه بلند چه بره به اردشیر بگه اینجا نه حرف بزنه نه نظر بده. همینی که گفتم همینی که گفتمو بگو. مادر خیلی مهمه. خیلی مهمه داشته باشی. خالقه که پاشو بذاره بشه بابا بگه که تو این مجلس نه حرف میزنی نه نظر میدی. بی ادب آدم نبوده باباش اینجوری حرف میزنه. میگم که تو این خوبه بگم. آ یونس میگه خیلی خوب باشه. ماما یونس به سارا گفته که سارا بیاد به من بگه که منم بیام به شما بگم. شما هم بلند شی بری در گوش اردشیر بگی حرف نزن، فقط گوش کن، حرف نگوش. خب چرا بلند شم برم همینطوری میگم؟ بله نه. آقای اردشیر بله. بهت گفته باشم ببین تو حرف نزن، حرف زیادی هم نزن. اینه من نمیگم، تمام عالم نه. آقا جان اومه چه حرفی؟ آقای که اشکال نداره. این مادر زن من از روز اول نریاز خانم سر شوخی رو با من باز کرد. شوخی؟ آقا یونس من میخواستم بدونم که این ازدواج اول شما چی شد که سر نگرفت؟ یعنی نامزدیتون به هم خورد؟ اگه فرصت بدین جلسه دیگه خودم حضور. ببخشید جواب ایشونو خدمت بفرمایید. بفرمایید. ببینید من تا حالا تو عمرم جوونی آدمی به سادگی و صداقت این یونس خان ندیدم. لطف دارم باور کنید جناب سرهنگ، تا حالا نشده تفریحی خلافی شیطنتی از این کارا بکنه ولی پنهون بکنه. اصلا پنهون کاری در ذات ایشون نیست. ببخشید ببخشید، یعنی ایشون عره خلاف هم هست؟ نه خلاف. ببخشید جناب سرهنگ، بشر جایز الخطاست. البته اینایی که عرض کردم ما رو گذشته است. مهم حالاست که یه پارچه آغاست و من از الان به شما واقعا تبریک میگم. یه چیزی میخوام به شما بگم جناب سرهنگ، ممکنه باور نکنید این آقا اصلا اهمیت به مادیات نمیده. همین الان شما یه سوال ازش بکنید بگو آقا موجودی یا بانک چقدره؟ میگه هیچ. چرا؟ برای اینکه از اول ولخرج بوده،
بریزه به پاش داشته همینجوری. این که خیلی بده که اگه بخواد پس اندازی نداشته باشه فردا زندگی میخواد ولخرجی کردن که درست نیست. نه نرگس خانم اشتباه نکنید، ولخرجی نیست، این دست دل بازه. ببینید این آقا انقدر خرج رفیقش میکنه اما خرج خودش نمیکنه. از سفرم خیلی خوشش میاد، یکی از ویژگی هاشه. کافیه 2000 گیرش بیاد رفیقش سوار ماشینش میکنه میره شما ماهیگیری. از ماهیگیری هم خیلی خوشش میاد، این هم از ویژگی هاشه. یونس یه فلپنه بزنم پخشین روی میز، به من میگی میخوام برم نقاشه با دوستات میری عیاشه. نه بابا خالق زی، عیاشه کدومه؟ من رفیقم کجا بود خودت که دیگه میدونی؟ رفیق نداره راست میگی. خجالت نکش یونس جون، خجالت نداره، همه ما یه روز روزگاری از این دوست آشنا و رفاقا داشتیم. من الان دارم تعریفتو میکنم ها. اردشیر خان شما جیب ما رو نزن، تعریف کردن پیشکشت باشه. خب من میگم علیشی جان دیگه اجازه بده حالا من بگم یکم، تو دیگه گلوت خوش شد تعریف کردی ها. نه بگم. نه من هنوز حرفم تموم نشده. آخر تموم ببینی جام سرنگ، من هرچی از خانواده دوستی این جوون براتون تعریف کنم ها تمومی نداره. این از اوناست که دم به ساعت دوست داره به زرش زنگ بزنه. کجا رفتی؟ کجا بودی؟ با کی رفتی؟ چرا رفتی؟ خلاصه همش فکر زندگیشه، فکر زن و بچه‌شه. بیه بنده هنوت دیگه. یعنی ایشون شکاکن؟ نه با غیرت. نه نه فقط و فقط خانواده دوسته. دارم تعریفی تو میکنم آه. یه ویژگی دیگه هم داره، فقط کافی هست کسی دلخور بشه وای 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 روک پوسکنده به روش میاره. خدا نکنه اون روز کسی دمپرش باشه، وگرنه ببخشید ببخشید یعنی ایشون دست بزنم دارن؟ بله اردشی جان، اردشی جان بس دیگه، والا من به خدا راضی نیستم تو این قرارداد داشته من تعریف بکنی، والا به خدا این قراردادیام تعریفی نیست. من میخوام بدونم مشکل تو با زندگی من چیه ها؟ من مشکلی ندارم. منو بزنم آقا بشین سر جات بشین. اینجا مهمونی آقا بفرمایید. بشینید. حرکت چیه؟ بفرمایید. ببینید من فکر میکنم که اصلا وسط این دو خانواده به صلاح هیچ کدوممون نیست. بنابراین بهتر صحبت خواستگاری رو اصلا نکنید. به صرف شیرینی. خالق جی بلند شو. اگه اینجوری دیگه جای ما اینجا نیست. بلند شو خواب بلید. سارا بلند شو. دست بابا در نکنید. من بعدا خدمت بیا اردشیر. بیا کارت دارم. بفر. شما باشی من اینو رد میکنم میام. به سلام. خدا به جام سلام. خدا به زرشی جان. به سلام. به سلام. به سلام. شب خوبی داشته باشی. چیه؟ به چی زور زدی؟ بد کردم 2 ساعت تموم تعریفت کردم. بابا تو چرا قدر خودتو نمیدونی؟ تو لیاقتت خیلی بیشتر از ایناست. بچه مردم رو بزرگ کردن میدونی چقدر سخته؟ میخوای جلو زن بچت گردن تو بشکنم بفهمی با کی طرفی؟ ببین من قلبم ضعیفه، دست رو هم بزنی پس میفتم خونم میفته گردن تو. حساب اون دفعه رو با این دفعه یه جا تصفیه کنم بریزم به حساب. بابا چی به کارش برسه؟ بخواد بکشتش کارش خیلی نترس اینه میخواد ولکو ببین سر صدا میشه آبروزی میشه میشنون دیگه بیشتر از آبروزی قربونت برم طوری شده بزنم به تجارت خدا خدا به سلامت جان خدا اردشی جان میبینم شما باشه به سلامت به سلامت. کاری ندارم میخوام واسه سوال کنم بدونم تو امشب اینجا چی کاره بودی، برای چی اومدی اینجا؟ من بزرگ این خونم باید باشم. اگه تو بزرگ هستی من اینجا باقله هم. دانیان جان بزن تو رک را سرد نشدی. خودم بشه لقمه بزن دیگه. من نه، من سر شب یه چیزی خوردم سیرم. بخور میشود جون. چی گفت میکنی ولی این کافه گرم پایین نمیره. حالا تو بخور، شاید وسط راه یه لقمه اومدم. بخور میشود جون. همون یه سوال پرسم راستش رو میگی؟ دبت کرد بابا، دبت کرد. تو از سر شب که اومدی همینجور داری ما رو سینجیم میکنی. بپرس ببینم چی میخوای بگی. ببینم دوزا منو دوزیده بودن به شما زنگ زدن؟ نه چونه تو؟ پس این فوتویی چجوری با شما رفیق شد؟ فوتویی سامدار شرکته بابا، رفیقمونه. نه نشد، رفیق نیست. شو اگه رفیق بود نمیاد اونجوری عروسی منو به اون فضاحت به هم بزنه. منظورم شراکته. شراکتی نداره. غذا تو بخور. دارم راست میگم.
بخورم. میدونی من بچه نیستم یه حرف رو تو گوشم میکنی. چطور وقتی فتوحی یعنی منو آزاد کردن فتوحی یهو با شما خوب شد، یهو سویچ و این کلید سویت اومد داد به بابام، یهو همه چی میزون شد؟ ها بگو راستش بگو چه معامله ای کردیم با آقای پوارو؟ این مزخرفات چیه دانیال میگی؟ بابا فتوحی از من و بابا چک داره، اینی که کوچکترین حرکتی که ما اشتباه بکنیم خیر ماری میگیره میندازه تو زندان، برای همین ما گروگان اون هستیم. اینی که هر چی میگه به جون تو باید گوش بدیم. میفهمی من چی میگم؟ که خودی 5 میلیون از کجا آوردی؟ من چه میدونم به جون تو، نمیدونم از کجا آورد. شاید بابات یه پولی گذاشته برای روز مبادا، یا شاید پول خونه باشه. اصلا برو از خودت بپرس. من چرا میگی؟ از شما نمیدونی؟ نمیدونم. چی نمیدونی؟ اصلا به جون تو. باشه پس منم همینجا میمونم، جامو همینجا میندازم تا موقعی که تکلیفم روشن شه راستش میگم. بابا این بچه بازیه چه در آوردی؟ آدم تو سن سال تو که خانواده قرض نمیکنه. پاشو پاشو برو خونه از مادر عذرخواهی بکن. به جون تو، به جون خودم قول میدم تا دو صفحه دیگه همه چی درست میشه. به جون درست میشه. بس دیگه اینقدر سوال از من نکن دیگه. به جون خودم اگه یه بار دیگه سوال بکنی من میدونم تو. عجب گیری کردی به جون تو. یه سوالی ازت بپرسم؟ نه ناراحت نشو، میخوام بگم این جون تو که میگی جون تو از این اون مایه میذاره، این تیکه کلامته؟ نه جون تو. باشو بیا، شما میتو بخوای سر سرد میشه به جون تو. بیا خیلی ممنون. چقدر شده با؟ قابل نداره. هفتم. آفاق 7-8 تومن داری به من بدی؟ نه خیر. سارا یه لحظه. سلام پدرو. بیا بردار. فهمیدی چی میخوام؟ بیا پدرو، من 7 تومن برداشتم، بقیه رو گذاشتم جیبت، 7 تومن طلبت. آقا متشکرم. خراب شده باز نمیشه. این چیه؟ اینجا خونه است یا سمساری؟ این آتشخاله مگه مال تو نیست؟ چرا مگه چیه؟ پس برچی رو میزه؟ خب همیشه همینجاست. پس اصلا جای دیگه ای هم داره که من بذارم اینجا؟ اینا رو سر من، تو جیب من. مگه من کلفتم شما بریزی من جمع کنم؟ آره مامان از دست بابا شاکی هستی؟ چرا دقدر چه سر من بدبخت خالی میکنی؟ اینا همیشه همینجاست، همش کارتون همینه ها. سارا با من بس نکن، صدا تو بلند نکن. چرا حرف علکی میزنی بچه؟ مادرت یه زن فهمیده ایه، دلیلی نداره عصبانی بشه. دلیلی نداره عصبانی بشم؟ نباید عصبانی بشم؟ آروم باش آفاق، اجازه بدید من براتون توضیح بدم. نمیخوام توضیح بدی دیگه، اسم منو نیار دیگه، حق نداری منو صدا بکنی آفاق. چشم باشه، شما بفرمایید چی صداتون کنم؟ مفلس، بدبخت، بی‌نوا، فلک زده، خسته شدم. بابا چقدر مدارا. اگه گفتی برشکست شدم گفتم فدای سرت، فدای تار مدعب نداره. اگه گفتی پول ندارم گفتم بازم فدای سرت. آب که هست، آبو داغ میکنم، نونو تف میدم میبندم به خیک بچه‌ها. اگه اساس منو بردی همه رو پتا پنگ کردی مثل کلیات تو خیابون، بازم باهات مداره کردم. آخه تا به کی؟ زشت نبودم چرا جلو اون همه آدم برادر منو یه سکه سیاه کردی تو؟ چرا بی خودی شلوغش میکنی آفا خانم؟ اونی که باید شاکی باشه منم، نه شما. شما امروز بدون اجازه بی خبر از من رفتید مراسم خواستگاری. من که شوهرتم، بزرگ خانوادم، جلو یه عده غریبه سکه یه پولم کردی، ذلیل خارم کردی. حالا اون وقت طلبکارم هستی؟ معلومه که طلبکارم. برداری بیست آبوره دیگه دست برم شکست. معلومه که طلبکارم، برای که من میدونستم تو امشب پاتو بذاری تمام داداش منو نقشه براب میکنی، تمام دروغا رو پشت سرش میگی. من میدونستم. بفرمایید کدوم دروغا؟ کدوم دروغا؟ همین دروغایی که الان دارم بهت میگم. بین داداش من و نامزده گذشتش هیچ مشکلی وجود نداشت، همه رو تو به وجود آوردی. اما من به خاطر احترام تو بعد اینکه پیش بچه‌هات کوچیک داشتی لالمونی گرفتم. اما امشب دیگه میگم دیگه. دست شما درد نکنه آفا خانوم. حالا بیا و خوبی کن. من اینکه یه عمر خوبی برادرتو کردم، هر جا نشستم تعریفشو کردم،
حالا من شدم مقصر، ظالم، اون شده طیب و طاهر. نه آقا، نه اصلا شما هیچ مشکلی نداری. تمام مشکل منم. مشکل من بودی که تا الان نشستم خانومی کردم، زندگی کردم، دم بر نیاوردم، اما دیگه تموم شد. از امشب من میرم، شما میمونی و مشکلاتت. من میرم. کیفم کو؟ ها یعنی چی ماما این کارو یعنی چی؟ کیفم کو؟ ماما کیف بیستابم بابا تو رو خدا یه چیزی بگو ماما منو بگی کجا؟ کجا؟ ماما تو رو خدا منو بگی بزن نرم من کجا میخوای بری؟ اونی که میره منم نه تو کجا میری بابا تو رو؟ میرم قبرستون میخوام برم یه جای هوای آزاد بکنم یامان هی میگم منو نگیر منو نگیر خوب شد؟ حالا این رفت دیگه حالا اگه بره سکس مکتب بکنه من چه خاک به سرم بریزم کجا؟ قبرستون تو قبل از اینکه بری قبرستون پولی رو که بهت دادم به من بده که مدیون نباشی کدوم پول؟ همون هفتمانی که کرای تاکسی دادم ها ببین پدرام جون من الان یک قرون همراهم نیست چیکار کنم برو این دفعه هم مهمون من متشکرم بابا یه لحظه بیا بابا اینو مامان داد گفت بهت بدم گفت قلبت درد میکنه یه وقت فشارت میره بالا گفت یه دونه از این قرصا رو بخور نمیخوام لج نکن دیگه بابا میترسم زبونم رو قلبت بگیره ها ای کاش بگیره ای کاش بمیرم ای کاش خدا نکنه خیلی خوب بده من برو پیش مادرت برو خدافظ تو شهرمون صد تا کوچه تو هر کوچه